حکومت آل سعود از زمان روی کار آمدن و در دست گرفتن قدرت تا کنون همواره به مبارزه و مقابله با شیعیان پرداخته است. این رفتار آل سعود با شیعیان شامل اعدام، بازداشت، شکنجه و انواع دیگر فشارها بوده است. مقابله با برگزاری مراسم دینی و مذهبی از جمله مجالس عزاداری و سنگ‌اندازی در مسیر عزای امام حسین علیه السلام نیز از دیگر اقدامهای آل سعود در این دوران حکومتداریش بوده است. پایگاه خبری مرات الجزیره نوشت دولت عربستان تصمیمی مبنی بر ممنوعیت خروج موکب‌های عزاداری سید الشهدا علیه السلام در خیابان‌های قطیف صادر و اعلام کرده که خروج موکب‌های عزاداری در خیابان‌ها ممنوع است و این مراسم باید تنها در داخل حسینیه‌ها برگزار شود. بر اساس این گزارش، اداره تحقیقات عمومی عربستان از طریق اداره‌های اوقاف و میراث در استان قطیف با نزدیک شدن به شب‌های محرم محدودیت‌های شدیدی را علیه مردم اعمال کرده و از آن تحت عنوان پروتکل‌های ویژه برگزاری مراسم عاشورا تعبیر کرده است. مسئولان برگزاری مراسم عزاداری محرم در قطیف باید این پروتکل‌ها را امضا کنند و مسئولیت هر گونه تخطی از آن را بر عهده بگیرند. علاوه بر این، صاحبان حسینیه ها نیز باید قبل از برگزاری مراسم در اداره اوقاف و میراث این کشور ثبت نام کنند. علاوه بر این، دولت عربستان نصب پرچم‌های عاشورایی در خیابان‌ها و میادین عمومی و حتی منازل و ساختمان‌ها را ممنوع کرده و اعلام کرده که مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام باید در زمان‌های مشخص و با حضور معدود افراد برگزار شود. دولت عربستان همچنین از خطبای حسینی خواسته به موضوعهایی که اختلاف برانگیز خوانده نپردازند و اصولی را برای سخنرانی های آنها تعیین کرده است. نصب بلندگو در مساجد و حسینی ها و مکان های عزاداری نیز ممنوع شده است. مائده خاموش، اخبار شیعه.